سازمان نفع خشونت مسلمان آزاده از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در بیانیه‌ای که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده است خطاب به دولت امارات متحده عربی از دولت این کشور خواست سیره و زندگی نامه اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام را به متون کتب درسی مدارس کشورش بیفزاید تا دانش آموزان نست آینده ضمن آشنایی با اهل بیت علیه السلام شیوه و سیره آنان را الگوی خود در زندگی قرار دهند. گفتنی این بیانیه پس از آن صادر شده که رسانه های خبری امارات و دیگر رسانه های عربی و بین المللی چند روز پیش خبر افزوده شدن داستان هولوکاست به متون درسی امارات متحده عربی را مخابره و منتشر کردند که باستاب با گسترده ای داشت. رسانه های مختلف و هدف امارات متحده عربی از این اقدام را برداشتن گامی جدید در راستای عادی ترسازی روابط خود با اسرائیل عنوان کردند. بیانیه مسلمان آزاده در ادامه افزود امارات با افزودن داستان هولوکاست به متون درسی مدارس این کشور نشان داده که به حوادث و اتفاقات تاریخی مهم اهمیت ویژه ای می دهد. بر همین اساس جا دارد زندگی نامه و سیره اهل بیت علیه السلام که سرشار از حوادث مهم تاریخی است نیز در متون درسی کشور افزوده شود. زیرا بر همگان روشن است که اهمیت آن از داستان هولوکاست کمتر نیست و در رفتار و تربیت کودکان نسل آینده ای امارات تأثیر خوب و مثبتی خواهد داشت این بیانی افزود این در حالی است که بخش قابل توجهی از جامعه امارات به ویژه در شارق ابوظبی دوبه و برخی دیگر مناطق امارات نیز پیرو مذهب اهل بیت علیهم السلام هستند اما در حال حاضر از متون درسی حاوی سیره اهل بیت محرومند و این مسئله بر ضرورت امر می افزاید.